این همه که میگن ماتریکس دقیقاً چیه؟ سلام به برابکس بیس مووی، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز در خدمت شما هستیم با داستان یه فیلم دیگه، یعنی ماتریکس، محصول سال 1999. توی این ویدیو که لینکش رو بالا و در دیسکریپشن میذارم در مورد این فیلم اطلاعات دادم، پس اگر میخواین درباره این فیلم بیشتر بدونید اون ویدیو رو تماشا کنید. احتمالاً در مورد تئوری ماتریکس زیاد شنیدین و هر کس تعریف خودش رو از ماتریکس داره، اما باید بگم که تا قبل از این فیلم تقریباً چیز زیادی از ماتریکس گفته نمی‌شد و این فیلم بود که تئوری ماتریکس رو سر زبون انداخت و باعث شد خیلی درباره ماتریکس تحقیق کنن و نظریات مختلفی بدن. پس به این فیلم به چشم یه فیلم عادی نگاه نکنید و منم به همین دلیل سعی کردم این فیلم رو با تمام جزئیات مهمش خلاصه کنم. لازمه تاکید کنم که در این ویدیو داستان کامل این فیلم رو تعریف میکنم، پس اگر میخواین این فیلم رو ببینید این ویدیو رو تماشا نکنید، اما اگر قصدی برای دیدن این فیلم ندارید و یا اصلا تایم و حوصله‌اش رو ندارید، من سعی میکنم در کمترین زمان ممکن این فیلم 2 ساعته رو براتون تعریف کنم. فقط لایک و سابسکرایب چنل فراموش نشه که کلی بهم انرژی میده. داستان از اونجای شروع میشه که یه زن که هکره در یک اتاق توسط پلیس محاصره میشه، اما به سادگی به پلیسا حمله میکنه و از دست اونا فرار میکنه. دو انسان دیگه که قیافه خیلی جدی دارن و یه عینک دودی دارن به همراه پلیسا به دنبال اون زن که اسمش ترینیتیه میدوئن. در این تعقیب و گریز چیزای عجیبی رو از ترینیتی و اون دو مامور میبینی. 1. سرعت خیلی زیادی دارن. 2. قدرت پرش خارق‌العاده‌ای دارن و در کل انگار هیچ محدودیتی براشون وجود نداره. به آخر تعقیب و گریز میرسیم. ترینیتی باید به یه تلفن جواب بده. یکی از مامورم با یه ماشین میخواد لش کنه. کدومشون موفق میشه؟ ترینیتی سریع به سمت تلفن میره و اون مامورم با ماشین به سمتش میره. اما ترینیتی موفق میشه. برمیگردیم پیش یه شخصیت دیگه به اسم نئو که روی میز کامپیوترش خوابش برده. روی مانیتور یه پیام براش میاد و میگه تو در ماتریکس هستی و خرگوش سفید رو دنبال کن. در خونه نئو زده میشه و یه مشتری باهاش کار داره و روی دست یکی از اونا خالکوبی خرگوش رو میبینه و به همراه دختره به یه کلوب میره. نئو در اونجا ترینیتی رو میبینه و باهاش صحبت میکنه. ترینیتی اسم خودش رو به نئو میگه و نئو هم میپرسه چطوری کامپیوتر منو هک کردی؟ ترینیتی میگه فقط اینو بدون که تو در خطری و اونا تحت نظرت دارن. منو فرستادن تا بهت هشدار بدم. نئو میگه اونا کیان؟ ترینیتی میگه من میدونم تو چرا اینجایی. من میدونم میخوای چه کار کنی. من میدونم که چرا سخت خوابت میبره. چرا تنها زندگی میکنی و هر شب میشینی پشت کامپیوتر. تو دنبال اون میگردی. من میدونم، چون منم یه وقت دنبال همون میگشتم و وقتی که اون منو پیدا کرد به من گفت که من واقعا دنبال اون نمیگشتم، که دنبال یه جواب میگشتم. این سواله که ما رو هدایت میکنه نئو. این همون سواله که تو رو اینجا کشونده. تو سوال رو میدونی همونطور که من میدونستم. نئو میپرسه ماتریکس چیه؟ ترینیتی میگه جواب همین بیرونه، دنبالت میگرده و اگه تو هم بخوای پیدات میکنه. نئو از خواب بیدار میشه و دوباره دیرش شده. به سر کار میره و اونجا یه بسته دریافت میکنه که داخلش تلفنه و یه تماس از شخصی به اسم مورفوس دریافت میکنه و بهش میگه همین الان در اداره چند نفر دنبال تو هستن و مو به مو کارهایی که میگم رو انجام میده. اونم انجام میده و در آخر بهش میگه باید از پنجره ساختمون به یه اتاق دیگه بری که اینجا رو نمیتونه و گیر میفته. در اتاق بازجویی یکی از مامورا به اسم اسمیت بهش میگه که ما میدونیم تو کار غیرقانونی انجام میدی، اما اگر همکاری کنی ما چشم پوشی میکنیم. اما نئو پاسخ منفی میده و میگه باید یه تلفن بزنم. مامور اسمیت بهش میگه وقتی نتونی حرف بزنی تلفن زدن چه فایده ای داره؟ و ناگهان دهنه نئو بسته میشه و بر روی میز یه حشره شکمش وارد میکنه. دوباره نئو از خواب بلند میشه و تلفن زنگ میخوره و بازم مورفوسه. با مورفوس قرار میذاره و نئونم میره و اونجا هم سوار ماشین میشه و ترینیتی رو دوباره میبینه و اونا هم اون حشره رو از شکم نئو خارج میکنه و نئو رو پیش مورفوس
میبره. مورفئوس به نئو توضیحاتی میداد و میگه میدونیم چرا اینجایی، تو مشکلاتی رو در دنیا میبینی حتی اگر نتونی توضیحش بدی. ماتریکس در همه جا هست، در کلیسا، اداره، وقتی تلویزیون رو روشن میکنی و خلاصه همه جا، و این دنیا پرده‌ای شده به روی چشمات تا حقیقت رو نبینی. نئو میگه کدوم حقیقت؟ مورفئوس میگه اینکه تو برده‌ای و در زندانی هستی که احساسش نمی‌کنی، زندانی برای افکارت. بعد از توضیحات بهش دو تا قرص پیشنهاد میده، قرص آبی و قرمز. قرص آبی رو بخوره از خواب بیدار میشه و برمیگرده به زندگی عادیش، انگار نه انگار اتفاقی افتاده. قرص قرمز رو بخوره، به قول خود مورفئوس، در سرزمین عجایب باقی میمونه تا بفهمه لانه خرگوش چقدر بزرگه و البته راه برگشتی هم وجود نداره. نئو هم قرص قرمز رو انتخاب میکنه. شما جای نئو بودید کدوم رو انتخاب میکردید؟ قرص آبی و در نتیجه برگشتن به همین دنیا بدون توجه به حقیقتی که وجود داره، یا قرص قرمز رو رها کردن هر چیزی که در این دنیا دارید و حرکت به سمتی که نمیدونید چی هست؟ نئو وارد اتاقی میشه که گروهی دارن کار میکنن. نئو روی صندلی میشینه و بعد از یه سری کارا روی نئو ناگهان وارد یک مکان دیگه میشه که همونطور که در تصویر میبینید خیسه و دورش غلافه و کاملا برهنه است و میبینه که هزاران نفر دیگه هم مثل خودش اونجا هستن. سیمها از بدنش جدا میشه و وارد یه نقطه دیگه میشه و مورفئوس بهش میگه به دنیای واقعی خوش اومدی. بعد از مدتی نئو رو میبینیم که روی تخته و از خواب بلند میشه و مورفئوس بهش میگه الان سال 2199 و نئو رو با اعضای سفینه خودش آشنا میکنه و بعد دوباره روی صندلی میشوننش و وارد یه دنیای مجازی دیگه میشه. توضیحات رو از زبون خود مورفئوس بشنویم. این ساختاره، محل راه اندازی برنامه ها. میتونی هر چیزی مثل لباس‌ها، تجهیزات، سلاح‌ها، شبیه‌سازی تمرینات و هر چیزی رو راه اندازی کنی. یعنی الان توی یه برنامه کامپیوتری هستی؟ برات دشواره که باور کنی؟ لباسات فرق کرده، اتصالات سر و بازوات رفته، موهات هم فرق کرده. ظاهر فعلی چیزیه که بهش میگیم بقایای استحاله شخصی. این بازتاب خود دیجیتالی توه. این واقعی نیست؟ واقعیت چیه؟ تعریف چیه از واقعیت؟ اگه منظور چیزیه که بتونی حس کنی، بچشی و ببینی، پس واقعیت به سادگی تفسیر علائم الکتریکی توسط مغز توه. این دنیاییه که تو میشناسی. جهان در پایان قرن 20 و فقط به صورت شبیه سازی متقابل عصبی وجود داره. یه بهش میگی ماتریکس. دنیای تو رویایی بیش نبود نو. امروز دنیا چنین شکلی داره. خوش آمدی به برخوز، به واقعیت. اطلاعات ما ناچیزه، اما آنچه را مطمئنم اینه که در مقطعی در اوائل قرن 21 نوع بشر در خوشی و لذت به اتحاد رسید. سرمست از عظمت خودمون بودیم زمانی که موفق به ساخته AI شدیم. AI؟ منظورتون هوش مصنوعیه؟ شعوری منحصر به فرد که خالق نسل کاملی از ماشین ها شده. نمیدونیم ضربه اول رو کی زد، ما یا اونا، اما میدونیم تقصیر ماست که آسمان قبول شده. در اون زمان اونا متکی به انرژی خورشیدی بودن و با این باور که بدون یک منبع انرژی که مثل خورشید بی پایان باشه قادر به زندگی نیستن. در طی تاریخ زندگی انسان، حیات با اتکا به ماشین ادامه داشت. سرنوشت به ظاهر از طنزگویی بی بهره. جسم انسان بیش از یک باتری 120 ولت بر و بیش از 25 هزار واحد انرژی حرارتی تولید میکنه. ماشین ها با بهره گیری از نوعی آمیزش تمام انرژی رو که لازم داشتن. مزارعی هست، مزارعی بی پایان که در اونا انسان دیگه به دنیا نمیاد بلکه کشت میشه. مدت‌های طولانی من باور نمی‌کردم.
تا بالاخره با چشم خودم دیدم، مزارع رو دیدم، شاهد مایه کردن مرده‌ها برای تزریق به رگ زنده‌ها. در حالی که ایستاده بودم و اون عمل کرده هرناک رو می دیدم، به بدیهی بودن حقیقت پی بردم. پی بردم ماتریکس چیه؟ کنترل. ماتریکس دنیای خیالی ساخته یک کامپیوتره به منظور اعمال کنترل بر ما، برای تغییر یک انسان به این. نه، باور نمی کنم، غیر ممکنه. ادعا نکردم که آسونه نو، فقط گفتم این حقیقت. کافی، بذار برم، بذار برم. نو به هوش میاد و باور نمی کنه و خیلی ترسیده و بعدم بیهوش میشه. نو دوباره به هوش میاد و مورف اوز توضیحاتی رو بهش میده که بازم از زبون خودش بشنوید بهتره. قبل از اینکه بریم سراغ مورفوس، لازمه بگم که چون این فیلم یه فیلم مهم و پرنکته‌ایه، جزئیات خیلی مهمه، پس خلاصه کردنش باعث میشه داستان رو متوجه نشی. پس برای اینکه داستان قابل فهمتر بشه، از صحبت‌های اصلی خود شخصیت‌ها استفاده میکنن، جایی هم که چندان مهم نیست خلاصش میکنن. نمیشه برگردم؟ نه، اما اگر میشد واقعا حاضر بودی؟ من یک عذرخواهی بهت بدهکارم، ما قانونی داریم، هرگز ذهنی رو که به بلوغ رسیده باشه آزاد نمی کنیم، چون خطرناکه. ذهن نمی تونه سازگاری ایجاد کنه. قبلا دیده بودم، واقعا متاسفم، این کارو کردم چون ناگزیر بودم. وقتی ماتریکس برای اولین بار ساخته شد، مردی در اون متولد شد که قدرت داشت هر چی رو میخواد تغییر بده و اونطور که میخواد ماتریکس رو بسازه، و همون بود که اولین نفر رو آزاد کرد و حقیقت رو به ما آموخت. مادامی که ماتریکس وجود داره، نژاد انسان به آزادی نمیرسه. بعد از مردنش، پیشگو خبر بازگشتشو داد و اینکه بازگشتش به مفهوم نابودی ماتریکس و پایان جنگ و آزادی نوع بشر. به همین خاطر بعضی از ما تمام عمرمون با جستجو در ماتریکس دنبال اونیم. من این کارو کردم چون معتقدم جستجو به آخر رسیده. زمان آموزش فرا میرسه. نئو با شخصیتی به اسم تانک آشنا میشه و میفهمه که اون در دنیای خارج از ماتریکس به دنیا اومده. تانک در مورد آخرین شهری که باقی مونده صحبت میکنه، شهری به اسم زایان که خیلی نزدیک به هسته زمینه و همچنان گرمه. تانک با یه حافظه هر آموزشی که بخواد رو میتونه در مغز بقیه قرارش بده، مثل کامپیوتری که فلش میزنید فایل‌ها رو انتقال میدید، اینم یه همچین چیزیه. بعد از چند ساعت بارگذاری آموزش، نئو میگه من کنفو رو کامل بلدم. مورفئوس میگه پس نشونم بده. نئو با مورفئوس درگیر میشه و بله، نئو کنفو رو یاد گرفته، اما نمیتونه مورفئوس رو شکست بده چون مورفئوس خیلی سریه. مورفئوس بهش میگه در ماتریکس تو میتونی قوانین رو شکست بدی، سرعتتو بیشتر کنی، جاذبه رو تقریبا از بین ببری، فقط کافیه تمرکز کنی و باور داشته باشی. در ست دوم نئو سرعتش به شدت افزایش پیدا میکنه و میتونه به مورفئوس ضربات زیادی رو بزنه. مورفئوس مبارزه رو متوقف میکنه و از تیمش میخواد تا پرش رو بارگذاری کنه. اونا وارد یه مکان دیگه میشن. مورفئوس از یه ساختمون به یه ساختمون دیگه که فاصله خیلی زیادی بینشون هست میپره. نئو هم میخواد این کارو انجام بده، کاری که به گفته خدمه سفینه تا حالا هیچ کس در دفعه اول این کارو نتونسته با موفقیت انجام بده و اگر نئو انجام بده احتمالاً همون شخص برگزیده است که مورفئوس دنبالش میگشته. نئو دورخیز میکنه و میپره. به نظرتون موفق میشه؟ نه، موفق نمیشه و سقوط میکنه، اما چون این دنیا یه دنیا شبیه سازی شده است نمیمیره.
هر دوشون از دنیای شبیه سازی شده بیرون میان و نئو میبینه که دهنش خونریزی داشته و مورفئوس میگه مردن در ماتریکس مساویه با مردن در دنیای واقعیت، چون بدن با ذهنه که زنده است. این باشه پارت اول فیلم ماتریکس. چون این فیلم یه فیلم مهم و پرنکته است، ممکنه طولانی بشه، به خاطر همین چند پارتش کردیم و اگر خوب از این ویدیو حمایت بشه پارتای بعدی هم قرار میدیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب و حمایت از چنل فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه و یه داستان دیگه، خدا نگهدار.